در مورد آیکلاود من چندین و چند بار فکر کنم در طول خودآموزمون صحبت کردم اما جامع ترین قسمت خودآموزمون در مورد آیکلاود همین درس خواهد بود اولا که اصلا آیکلاود چی هست و به چه دردی میخوره اگر شما از یه آیفون، از یه آیپد و یه مک استفاده بکنید و روی هر سه برنامه ایمیل داشته باشید و ازش استفاده بکنید روی هر یه یا دفترچه تلفن داشته باشید جدول برنامه‌ریزی کاراتون رو داشته باشید این مسئله ممکنه خیلی معضل ایجاد بکنه و مشکل ایجاد بکنه و در واقع آی یه سیستمی برای اینکه این مشکل رو حل بکنه و همه اینها رو با هم یک پارچه بکنه آی میتونه موسیقی های شما عکس هاتون برنامه ها ایمیل دفترچه تلفن دفترچه برنامهریزی کارهاتون و داکیومنت هاتون رو یک پارچه بکنه به طور مثال دفترچه تلفن آیفون شما با آیپد شما با مک شما کاملا سینک باشه همینطور ایمیل هاتون و حالا تمام چیزهایی که صحبت شد بشه. آی کلاد یه فضای اینترنتی و یه هارد اینترنتیه که وقتی شما مثلا یه آلبوم موسیقی میخرید اون رو توی خودش ذخیره میکنه و توی هر تا سیستم شما و هر تا دستگاه شما اونها رو دانلود میکنه یا وقتی عکس میگیرید با آیپد یا آیفونتون دوباره از همین طریق اونها رو توی تا سیستم دیگه میفرسته در مورد فایل های برنامه های مثل آی ورکس هم باز از همین تکنیک استفاده میکنه برای استفاده از آی کلاود شما نیاز به یه اپل آی دی دارید همون قضیه پلاک و این جریاناتی که راجبش صحبت کردیم که توی مکتون شما این اپل آی دی رو توی سیستم پرفرنسز توی آی کلاود وارد میکنید و توی آیپد یا توی آیفونتون توی سیتینگ و آی کلاود حالا همه سیستم هایی که اپل آی دی شون یکی باشه و یه اپل آی دی داشته باشن این گزینه هایی که اینجا هست بینشون سینک خواهد شد شما هر کدومشون رو که دوست داشتید میتونید آنیا آف بکنید به طور مثال ممکنه بگید من میخوام آیپدم میلش با سیستمم سینک باشه ولی آیفونم رو روش میلم آف باشه ولی کانتکس و کلندرم با مکم سینک باشن من از بالا اگر بخوام شروع کنم میل فکر میکنم خیلی واضح هستش کانتکس همون دفترچه تلفن شماست که بین همشون سینک خواهد شد و اگر چیزی اضافه و کم بکنید به هم دیگه اضافه و کم میشه کلندر جدول برنامه‌ریزی شماست ریمایندر رو که اصلا توی همین مجموعه درس رو جبش داشتیم و بوکمارک بوکمارک های شما توی سفری مکتون توی آیفون و آیپد رو با هم سینک میکنه نوت یادداشت های شما توی آیفون آیپد و نوتی که داخل میل مکتون باز میشه رو با هم سینک میکنه فوتو استریم عنوان جالبی هستش اگر روی آیفون شما روشن باشه و روی آیپدتون هم روشن باشه به محض اینکه شما عکس رو با آیفون بگیرید آپلود میشه توی آیکلادتون و بلافاصله دانلود میشه روی تمام وسایلی که از همون اپل آیدی استفاده میکنند اگر توی مکتون و توی آی فوتو هم عنوان فوتو استریم رو روشن کرده باشید بلافاصله توی آیفوتو هم میتونید عکس ها رو ببینید و اگر اپل تیوی هم دارید حتی توی اپل تیوی تون هم میتونید به راحتی اون عکس ها رو ببینید عنوان بعدی داکیومنتس اند دیتا هست به طور مثال شما اگر کینوتس رو هم روی مکتون داشته باشید هم روی آیفونتون هم روی آیپدتون میتونید یه پریزنتیشنی رو که روی آیپدتون داشتید باش کار میکردید روی آیفونتون به ساختمون ادامه بدید یا بالعکس و اگر توی آیفونتون با اسکچ بوک داشتید طراحی میکردید میتونید آیپدتون رو باز کنید و ادامه تراحیتون رو روی آیپدتون انجام بدید فایند مای آیفون یا آیپد میتونه آیپد یا آیفون یا مک شما رو, رو روی نقشه به شما نشون بده برای این کار شما باید برنامه فایند مای آیفون رو روش نصب بکنید اپل آیدی تون رو توش وارد بکنید و حالا هر کدوم از این وسایل رو که بخواید میتونه به شما روی نقشه نشون بده کجا هستند. Play ساند اور سند Message برای شما یه صدایی توشون پخش میکنه و یه مسیج براتون میفرسته که بتونید راحت پیداشون بکنید اگر جایی نزدیک خودتون گمشون کردین ریموت لاک قفلشون میکنه و ریموت وایب تمام اطلاعاتی که داخل اونها هست رو پاک میکنه این عنوان رو خیلی با احتیاط ازش استفاده بکنید استوریج و بکاپ تمام اطلاعات آی کلاد شما رو توی اون هارد اینترنتیتون بکاپ میکنه و عنوان آخر که دیلیت اکانت هست تمام اطلاعات مربوط به آی کلاد توی این سیستم رو از داخل اون پاک میکنه توی سیتینگ توی بخش استور یه عنوانی وجود داره به اسم اتوماتیک دانلود که اگر شما اینجا گزینه بوکس اپس و میوزیک رو روشن بکنید روی هر کدوم از وسایلتون موسیقی برنامه یا کتاب بخرید توی اونهای دیگه هم خودش اتوماتیک دانلود میکنه و نکته آخر این که اگر شما یه کتاب رو داشتید روی آیفونتون میخوندید و یه بوکمارک اونجا گذاشته بودید وقتی که همون کتاب رو توی آیپدتون باز بکنید دقیقا همون بوکمارک با اون هم سینک هست و دقیقا از همون صفحه و از همونجا میاد